11 میلیون دلار هزینه نیویورک گردی دکتر محمود و همراهان. این عنوان مطلبی است انتقادی که وبسایت باستاب امروز، پایگاه خبری منتقد دولت محمود احمدی نژاد، منتشر کرده است. باستاب با اشاره به شعار ساده زیستی آقای احمدی نژاد پیش از به قدرت رسیدنش تخمین زده هزینه 100 تا 200 نفر هیئت همراه او در سفر به نیویورک در 8 سال ریاست جمهوری او حدود 11 میلیون دلار خواهد بود. در آخرین سفر آقای احمدی نژاد به نیویورک نیز حدود 140 تن از اعضای هیئت ایرانی در 110 اتاق هتل وارویک نیویورک اقامت داشتند که با احتساب هزینه 700 دلاری اتاقها تنها هزینه هتل در 5 شب بیش از 1 میلیارد و 255 میلیون تومان خواهد بود. زهره تبزاده نماینده تهران در مجلس شورای اسلامی و عضو جبهه پایداری با اشاره به تعداد زیاد همراهان آقای احمدی نژاد در نیویورک گفته این گونه رفتارها از رئیس جمهوری که شعار عدالت طلبی سر می‌دهد دور از انتظار است. پیشتر نیز ناصر قاضی پور نماینده ارومیه در مجلس شورای اسلامی به دلیل درخواست 160 ویزا از کشور به گفته او متخاصم و حضور تعدادی از همسران و خانواده وزیران و خانواده آقای احمدی نژاد در این سفر به کمیسیون اصل 90 شورای اسلامی شکایت کرده بود. محمود احمدی نژاد علارغم پرسش‌ها تاکنون هیچگاه رقم دقیق هزینه‌های سفر خود را به ایالات متحده آمریکا اعلام نکرده است. آقای احمدی نژاد تو مجلس پرسن چرا 160 نفر رو ویزا گرفتیم برشون؟ آقای احمدی نژاد چرا 160 نفر ویزا گرفتیم؟ تو مجلس ایران پرسیدن شدن این حمالت رو چی کار میکنن؟ آقای احمدی نژاد نمیخواید این خرج سفری تو چقدر شده؟ آقای احمدی نژاد خبرنگار فارسی زبان پاسخ بدید. برخی حامیان دولت علت زیاد بودن تعداد هیئت ایرانی را دایر نبودن سفارت ایران در خاک آمریکا و لزوم داشتن کادر اجرایی مناسب برای مدیریت سفر اعلام کردند. اما منتقدان حضور برخی همراهان هیئت ایرانی از جمله خانواده مقامات را غیر ضروری می دانند. در سال گذشته حدود 100 نفر از جمله خانواده اسفندیار رحیم مشایی و محمود احمدی نژاد هیئت ایرانی را در سفر همراهی کردند. در سفر امسال نیز در حدود 160 ویزای ایالات متحده آمریکا درخواست شد که 20 درخواست از این تعداد مورد قبول واقع نشد. در بین ویزاهای صادر شده نام محمد شریف ملکزاده از مقامات حاشیه‌دار دولت و همسرش، همسر اسفندیار رحیم مشایی و خانواده محمود احمدی نژاد نیز به چشم می‌خورد. احمد باطبی، صدای آمریکا.